10 تا 15 میلیون تومان میخوای لپتاپ بخری، این ویدیو رو حتما ببین. به نام خدا. سلام، بازم کلی عیدتون مبارک. من علیرضا جعفری هستم، اینجا کلوگو، شما هم که خیلی خوش اومدید. بریم ببینیم که لپتاپای 10 تا 15 میلیون تومان بازار چی هستن. و حالا شاید دوستان لطفی که نسبت به بنده حقیر داشتن، اینکه آقا بعضی موقع تو این چند وقت اومدن و سوال پرسیدن، ببینید من چجوری جستجو میکنم، حالا سایت رو برای همه میفرستم. یه تا اینجا اومدیم من یه نکته رو بگم، به 10 تا 15 میلیون تومان ربط داره، به کلیه لپتاپ بچه ربط داره. یه چیزی رو توی بازار شما خیلی رایج میشنوید، یه بحث کاستمه، یکی بحث اینه که اون لپتاپ با اصطلاحاً باز نشده باشه یا فابریک باشه. این دو تا چه فرق میکنن با هم دیگه؟ شرکت های ارائه دهنده گارانتی لپتاپ ها و یا وارد کننده ها یا شرکت هایی که حالا در مبدأ به صورت واسطه هستن، میان کانفیگ دستگاه رو دستکاری میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این دستگاهی که الان دست من هستش به صورت دیفالت رم 8 روشه، میان رم 16 روش اینستال میکنن، رم 4 روش اینستال میکنن و یا حالا رم ها رو جابجا میکنن و هارد رو، دو تا پارامتری که میتونن دسترسی داشته باشن و خیلی راحت جابجا بکنن، این دو تا رو میان جابجا میکنن و میشه به اصطلاح اون سیستم کاستم شده. حتما یه سرچی برای اینکه بفهمید که سیستم کاستم، این سیستم که میخواید بخرید کاستم هستش یا فابریک هستش، انجام بدید. این که بگم آقا سیستم کاستم سیستم خوبیه یا بدیه، ترجیح خودم اینه که سیستم فابریک کارخونه رو بگم. چند تا دوستاره دستگاه باز نشده است، چرا؟ چون حالا شاید خیلی بگن آقا اون خود گارانتی باز کرده و فلان، همه اینا درست. اول اینکه خود کارخونه ای که داشته این مادربورد رو طراحی می‌کرده، کانفیگی اومده طراحی کرده با توجه به این مشخصاتی که روی این مادربورد بوده، گفته آقا اپتیموم حالت این قضیه مثلا این چند تا وضعیتن، این وسط رو من نیومدم طراحی بکنم. حالا خوبی یا بدی، به هر دلیلی اتفاق افتاده، کلیتش اینه که کاستم رو من خودم زیاد نمی‌پسندم، ولی خب سلیقه است. شاید شما بگید آقا نه من حتما به رم مثلا اون میزان نیاز دارم و یا به مثلا این کانفیگ رو نیاز دارم. خود من شخصه شاید خیلی از بچه پرسته باشن نپسن. بریم دنبال لپتاپ 10 تا 15 میلیون تومان. من موجودی بازار و رنج قیمتی 10 تا 15 میلیون تومان رو اعمال کردم دیگه، هیچ تغییر دیگه روش ندادم. بریم ببینیم چی هستن. ایسوس ویو بوگ R565MA N50C. N که میشتری یعنی سلرون، بذارید کنار. من ببین خودم به شخصه باشم سلرون نمیگیرم، دنبال سیستم هایی که تو این رنج قیمت کورای تیری دارن. گزینه دوم ایسوس اکسپرت بوک P1510CGA که سی پیو کورای تیری داره، مدل سی پیوش هم 10005 جیوانه، حالا این هم یه نکته داره، 4 گیگرم داره و گرافیکش اینتل اچ دی و 1 ترابایت هارد و صفحه نمایش فول اچ دی. خوبه، یعنی جا داره واسه کار. بریم گزینه بعدی، ایسوس اکسپرت بوک P1510CGA کورای تیری 10005 من اینجوری تیک تیک میگم، 10005 جیوان 8.1 اینتل فول اچ دی، 8.1 یعنی 8 گیگرم، 1 ترابایت هارد، اینتل اچ دی گرافیکش، اینتل اچ یعنی چی؟ یعنی گرافیک آن بورد داره و خود از خود سی پی یو استفاده میکنه برای، از سی پی یو و رم استفاده میکنه برای ساختار گرافیکیش و فول اچ دی هستش. قیمتا رو بگم، از اولی 10,955,000 تومان بهینه پردازش گذاشته. حالا شما یه تو لپتاپ ما میگیم یه تو این رنج قیمت، یک بالا یک پایین شما در نظر بگیرید، 13,892,000 تومان. قیمت هم که دارم میگم دوشنبه 9 فروردینه، سایت هم که گفتم دیگه خودتون ببینید که چه جوریه. اکسپرت بوک اولی که گفتم i3 با رم 4 13,892,000 تومان، i3 با رم 8 14,790,000 تومان. بریم گزینه بعدی، لنوو V14 i3 1005 جیوان، همون دقیقا سی پی یو که رو لپتاپ قبلی اکسپرت بوک بود، 8 گیگرم 1 ترابایت خدمت شما شاید HDD 256 SSD. بیاید اینجا، این ارزش خرید بالاتری پیدا کرد، اینتل اچ دی گرافیکش و فول اچ دی.
باید بدنه رو ببینم چون لنوو رو بدنه بچه‌ها خیلی من حساسم و شاسی به اصطلاح هر لپتاپ یکی از پارامترهایی که تو خرید قرار من خودم از پارامترهای مهمه مثلا لوله ها رو خیلی دقت میکنم. لنوو یه سری از مدل‌ها و یه سری از شاسی‌هاش ضعیفه. تا موقع که نبینم نمیتونم نظر بدم. رو اعداد ارقام ما اینجا داریم صحبت میکنیم، این الان شد گزینه یک من بدون نگاه کردن به برند و این داستان و همه چی بزن تعصبات رو بزنیم کنار بخوایم نگاه بکنیم، اولین گزینه شد V14 آیتیری 1005 جیوان با قیمت 14,790,000 تومان، یعنی نسبت به ایسوزه یه 256 تا SSD بیشتر داره که همون قیمت 256 تا SSD تقریبا خود و هوشن الان فی بازار 1,000,000 و خورده اینا قیمتشه. بریم لنوو V15 آیتیری فلان 4 رمش 4 اینتل HD و 12,672,000 تومان، این میره کنار ولش کن. لنوو V15 آیتیری 1005 جیوان 8.1 اینتل HD باز اینم میره کنار چون کانفیگ اومد پایین تر، من دارم سورت میکنم از بالا بیاد به پایین. لنوو ایداپد یا IP330، حالا IP که میشنوید یعنی همون ایداپد، N4415 یعنی سلرون کلن بنداز سطل آشغال 11,370,000 تومان. البته میتونم بگم بنداز سطل آشغال خدا نکرده حانت نشه و از دوستان که دو سی پیو سلرون دارن استفاده میکنن، لپتاپ نیست راحت بهتون بگم، یعنی اون یه تبلتیه که شما دارید ازش استفاده میکنید، کار تبلت رو را میندازه، تبلتی که ویندوز روش نصبه، اینجوری من برداشتم اینه چون فقط و اینا هم همشون هم صفحه نمایششون HDه، به خاطر همین من میگم فقط کار تبلت رو براتون انجام میده. حالا بریم چرا فارسی سختم سوال میکنم. لنوو آیدیاپد 330 M5000 بازم سلورون من خودم پسندم نیست ولی قیمتش 11,395,000 تومانه، بقیه کانفیگش هم 8.1 اینتل HD. اینتل HD که میگم اینتل HD رو نمیگم، یعنی گرافیکش اینتله، اینتل HDه و صفحه نمایشش کیفیتش HDه. آیدیاپد 3 آیتیری 10 110U 4.1 اینتل فول HD. این از اوناست که مثلا آدم قلقلک میده بخاطر یه تومن ارزون تر بزن ببینم 14,705,000، آره تقریبا با یه تومن میگم این ارزشو داره، این از اون گزیناست که آدم باید بذاره کنار بگه آقا بقیه رو نگاه کنیم و اینها. ایسوس ایکس فلان A4 بذار کنار، اصلا ایو دیگه کلن نرید سمتش. ایسر A315 بذار کنار. آیتیری جیوان فلان فلان نه به درد نمیخواد. نسبت به قیمتش ایسر خوبه ها، ایسر اسپایر 3 A315 سی پی کور آیتیری 1005 جیوان داره 4 گیگ رم یه ترا هارد و صفحه نمایشش HD البته، این هم حواستون باشه. یعنی تو الان تو فول HD ما یه دونه اینو داشتیم، آیدیاپد 3 رو داشتیم، دو تا هم بالا داشتیم، یه دونه V14 داشتیم اینجا فول HD بود، دو تا دونه هم سه تا دونه هم اینجا داشتیم که فول HD بود. توی فول HD ارزون ترینشون M50C که 10,955,000 تومان. فول HD واقعا ارزش داره، 10 میلیون آدم بگیره فول HD باشه خوبه، ولی سیپوش خیلی ضعیفه، یعنی سلرون. بعد بریم تا کجا رفتیم؟ تا این ایسر رو رفتیم. ایسوس ویوو بوک R520 که MAN5000 CPU سلرونه 4 گیگ رم داره 1 ترا هارد داره اینتل HDه و کیفیت صفحه نمایشش فول HDه. R520 اصلا کلا ویوو بوک ها شاسی ضعیفی دارن، جز ایسوس هایی هن که من تست کردم و شاسیشون میدونم بدن ضعیفی دارن. اگر به عنوان کسی هستی که کارتون خیلی تو محیطای صنعتی و اینجور چیزاست پیشنهاد نمی‌کنم بهتون، یعنی جزء شاسی ضعیف ایسوس هستش سریای ویوو بوک، برای کارهای مثلا خانوما بخوان این ور اونور ببرن چون خیلی لایت و سبک و خیلی شیک و مجلسیان خوبه، ولی برای کار صنعتی توصیه نمی‌کنم. بریم پایین‌تر. آیدیاپد S145 A6 میره توی AMD ها 9225U 8GB 1.2 گرافیکشه 2GB راد اون داره. ببین حسنی که مثلا این لپتاپ لنوو داره اینه که 2GB گرافیک داره ولی
سی پی یوش A6 دیگه. من A رو کلن الان توصیه نمی کنم، چون خود AMD هم الان داره کمتر روش مانور میده، یعنی خیلی ضعیفتر و ضعیفتر شده، ولی خب گرافیک داره دیگه این، و صفحه‌نمایشش از اون طرف HD، یعنی اونم در نظر بگیر کیفیت صفحه‌نمایش HD. لنوو IP3 یا ایدئاپد 3 که CPU پنتیوم داره، خیلی ضعیفه، اصلا نریم سمتش، ولش کن پنتیوم رو، ولش کن، البته از سلورونا بهترن ها، ولی بریم کنار، ولش کن اینا رو، نگاه نمی کنیم. ولی قیمتی بهتون میگم 13,292,000 تومان با گرافیک MX130. ببین کلا لنوو کار میکنه آدم بخونه کانفیگر رو دیگه. MX130 گرافیکیه که بالاخره آدم یه گرافیک داره این لپتاپ. لنوو ایدئاپد 3 پنتیوم 6405U، 4 گیگ رم، 1 تر هارد و 2 گیگ گرافیک MX130 انداختی روی این، آخه چرا؟ و کیفیت صفحه‌نمایش HD، این اصلا نمیخوره به هم دیگه، یعنی از اون لپتاپی که من میگم با هم دیگه هماهنگ نیست، مچ نیست کانفیگر، یعنی CPU پایین، گرافیک از CPU سرتر و از اون طرف گرافیک داره، استفاده گرافیکی نمیتونی ازش بکنی، یعنی چون کیفیت صفحه‌نمایشت فولشتی خروجی نمیده، یعنی چه فاجعه ایه. بلش کن بریم پایین. اسپایر 3 A315 A4 90 A4 رو بذار کنار، بلش کن. کلن علاقه کمتری نسبت به AMD دارم شخصا، ولی سلیقه نسبت به این قضیه نگاه نمی کنم، ولی CPU سری A رو شما هم بذارید کنار خواهشن، یعنی توصیه برادرانه بذاریدش کنار چون بعدم مشکل میخورید. A315 N4000 رو داریم اینجا، اینم سلرونه. آخ این از اوناست که باز دوباره میگم مثلا انگار مغز و بدن و اینا خوبه، بعد چشش ضعیفه. N4000 8 گیگ رم داره، 1 تر هارد داره، 128 SSD داره، یعنی همه چی خوب تا اینجا با هم دیگه خوب جمع میشن. بعد از اون طرف گرافیک نداره و صفحه نمایشش ضعیفه، یعنی یه چیز من درآوردی طوری در میاد دیگه، اینم بهتون توصیه نمیکنم. ایدئاپد 130 آی 3-8 ولش کن، اصلا این دوتا نرید سمتش، دو سه نسل ازش بودش، یعنی سری 11 لپتاپش تو بازار داره میادش و موجود میشه و اینا کنسله، کنکله به قول اون بند خدا، ما هم نمیدونیم کنکله کی گفت اول دفعه. لنوو ایدئاپد L3ه، L3 پراید بازارم، i3 1010 یورو داره، 4 گیگ، 1 اینتل و گرافیکش ازش خرید این مدل نداره. اکسپرت بوک های مثلا من خودم اکسپرت بوک ایسوس رو ترجیح میدم، هم برندی، هم فول اچ هم همین دیگه، فول اچ دی رم و ایناشون یکیه و سی پی یوش هم قوی تره. 1005 جیوان، حالا تو بین آی 3 ها 1005 جیوان، یه هوا تو بنچمارک ها رنگ ها کلا دو پله است، ولی باز قوی تره، یعنی رو کاغذ و عدد و اینا باز به خیلی چیزا بستگی داره، به مادربرد و فلان عجب، ولی کلا تو بنچمارک ها قوی تر در اومده و ظاهر شده. بخاطر همین این L3 رو پیشنهاد نمیکنم. بریم ببینیم دو صفحه است، ببینیم حالا صفحه دوم چی میاره برامون. V130 i3 8 بذارش کنار، i3 8 قدیمیه، توصیه نمی کنم بهتون، برید بخم به سمتش و بخواید بخرید. لنوو V145 A6 اینم بذارید کنار، به درد نمیخوره. N4415 قیمتا رو بهتون میگم، 11 خورده ای. ایدئاپد 330 N4415 4.1 اینتل HD 10,558,000 تومان، الان برای خرید 10 تومانی بد نیست مثلا اینا، و یه اون یکم 330 که چه فرقی میکنم با هم دیگه. این M5000 یه هوا ارزون تر هم هست از M5000ش، من نمیدونم چرا M5000ش ارزون تره، حالا شاید کیفیت صفحه‌نمایشش پایین تره، آره HD ننوشه کیفیت صفحه‌نمایشش. بریم بهترین های این رنج قیمت 10 تا 15 تومان رو با هم دیگه گپ بزنیم و صحبت بکنیم، ببینیم چیا هستن. اگر برای اگه چون ویدیو فیلم گذاشتیم دیگه بار گذاری کردیم، اگه برای فیلم میخواید بگیرید حتما کیفیت صفحه نمایش فول اچ دی باشه، چون ارزون ترینا رو داریم میایم بالا. یه چیزی بگم، اینا هیچ کدومشون دیوید رایتر نداره به جز L3. اگر براتون خیلی مهمه دیوید رایتر داشته باشه برید L3 رو بگیرید، ولی بقیه لپتاپ ها اکثرشون قریب به وقوعشون
خاطر نوع شاسی و بدنشون به نظر من ندید سمتش، یعنی کمتر میرن سمت به قول گفتن دیویدی رایتر و اینها، چون اصلا تعبیه نمیکنه. یه شاسی رو میزنه مثلا ایسوس یا لنوو برای چندین مدل از لپتاپ استفاده میکنه. بریم خوبای اینا رو جدا کنیم، فول اچ دی هاشون رو در بیاریم. خوب این رقابت این دوتا میشن. ایسوس اکسپرت بوک پی 15-10 سی جی ای، سی پی کورایتیری 1005 جی وان و 8 گیگرم، 1 ترابایت اچ دی دی، گرافیک اینتل، سطح نمایش فول اچ دی. خوب این قضیه اینه 14,790,000 تومان قیمتش که حالا بین پردازش گذاشته. قیمت دیجی کالا رو شما هم نذاشته، احتمالاً دیجی کالا موجود نداره این کانفیگو. دقیقش رو بخوام بگم 1.8 کیلوگرم وزنش، سی پی کور آی 3 1.2 گیگاهرتز تا 3.14 میره، حافظه کش 4 مگه، ظرفیت رم 8 DDR4 1 ترابایت به اصطلاح هارد دیسک اچ دی دی 5400 دور داره، گرافیکش اینتل یو اچ دی به اصطلاح، یا یه چیزی که من در آوردم چون گرافیک اصلا در کار نیست. صفحه نمایش TFT LED backlight بچه یعنی چی؟ یعنی این که LCDه سر خود TFTه و اومدن پشتشو به جای اینکه منبع نورش رو حالا از طریق کریستال مایان تامین بکنن، اومدن LED گذاشتن، یعنی یه LED سفید پشتشه به عنوان منبع نور، فقط انرژیش کمتر مصرف میشه از لحاظ کیفیت صفحه نمایش. هم صفحه نمایش TFT ما صفحه نمایش اون به پنل و لایه‌هاش بستگی داره، کمتر به رنگ به اصطلاح به بکلایتش بستگی داره، ولی اینو بکلایت من عوض می‌کنم به خاطر بحث نوع نوردهی که هستش و انرژی که ایجاد میشه. دقتش فول اچ دی، صفحه نمایش ماته، یه دونه یو اس بی تایپ سی داره، اچ دی ام آی پورت داره، وای فای داره، کارت ریدر داره، کارت ریدر یعنی از اینا، کارت ریدر داره و وبکم داره، وبکم هم زیر 1 مگاپیکسل هم اکثرا 9.7 مگاپیکسل هم، باتری دو سلولی 32 وات ساعتی داره و فاقد سیستم. بریم لنوو وی 14 آی 3 1005 جی وان 8 گیگرم 1 ترابایت هارد اصلی به علاوه 256 اس اس دی اینتل اچ دی گرافیک، صفحه نمایش فول اچ دی که مشخصات دقیق قیمتش اول بگم 14,790,000 تومانه. مشخصات دقیقش اینتل کور آی 3 1005 جی وان 1.2، این همش همونه، سی پی یو با هم دیگه یکی، رم 8 دی دی آر 4 با هم فرقی نمیکنه، 1 ترابایت هارد داره، 256 گیگ اس اس دی داره، برتر این لپتاپ نسبت به اون لپتاپ توی این قضیه است. 14 اینچ صفحه نمایشش از نوع تی ان که همون تی اف تی هستش و هیچ فرقی با اون قبلی نداره و اون اسم روشن تی ان اون توی این صفحه نمایشش ماته، وبکم و کارت ریدر و وای فای و اچ دی ام آی پورت داره. این لپتاپ نسبت به اون لپتاپ یه پورت کمتر داره، ولی چیزی که اینجا تو این سایت نوشته، و اون هم یو اس بی سی هستش که اون لپتاپ نشود داره، این یکی نداره. باتری دو سلولی لیتیوم ایون 35 وات ساعتی داره، 3 وات ساعت باتریش بیشتره، سلولاش با هم دیگه برابر، درباره سلولا و باتری و انواع اعداد ارقامی هم که بهشون میگن با هم دیگه صحبت می‌کنیم. این دو تا لپتاپی که معرفی کردم به درد چه کارهایی میخوره؟ به درد دو تا کار. یک، فیلم نگاه کردن، دو، کار داکیومنتری. انتظار بیشتری از این لپتاپ نداشته باشید. سی پی یو ضعیفه، اونقدی کشش نداره، رم هولوش 8 گیگه و فقط من توصیه‌ای که میتونم بکنم اگر وی 14 رو بگیرید این که اس اس دی داره، روون‌تر برنامه هاتون رو میتونید باش رام بکنید و کارهایی که حالا انجام میدید سیستم عامل تو سریع‌تر بیاد بالاتر و اینجور چیزها دیگه چیزی به اون صورت ندارن، چون نه کارت گرافیک جداگونه‌ای دارن، نه فیچر خیلی خاصی دارن که آدم بخواد روش مانور بده. شاسی لپتاپ هم باید برید خودتون ببینید، چون هیچ کدوم از این جفت لپتاپی که الان معرفی کردم شاسیشو خودم به شخصه ندیدم، اصلا نمیتونم بگم که شاسی کدومی که قوی تره یا شاسی کدومی که ضعیف تره. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون بوده باشه. من همیشه آخر ویدیو هم میگم که کسی که تا آخرش اومده اگر حال کرده خوشش اومده بیاد لایک کنه، کامنت بذاره، اگر از اکسپلور اومده فالو کنه، اگر
تو یوتیوب سابسکرایب کنه و خیلی کارهای دیگه. دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردید. این سایپ ویدیو بنابر درخواست خیلی از شماها بود که برگردوندمش بر اساس تاریخ. سعی میکنم پشت سر هم تدوین‌هاشو انجام بدم، یه روز در میون بذارم براتون و انشالله که مورد پسندتون واقع بشه. خیلی مخلصیم، خدافظ.